در آستانه سالگرد قیام سراسری آبان 98، سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی 29 تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد. سازمان مجاهدین تاکنون اسامی 857 تن از شهیدان قیام را منتشر کرده است. در 24 آذر 98 سازمان مجاهدین اعلام کرد شمار شهیدان آبان بیش از 1500 نفر است. برخی از محققان شمار شهیدان را تا 3 برابر ارزیابی کرده اند. خانم مریم رجبی، پرونده نقض حقوق بشر در ایران به ویژه قتل عام‌های 67 و 98 باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن به خاطر 14 جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند. در آستانه دومین سالگرد قیام سراسری مردم ایران در آبان ماه 1398، سازمان مجاهدین خلق ایران امروز اسامی 29 تن دیگر از شهیدان سرفراز این قیام را که در شهرهای تهران، کرج، ملارد، شهریار، شهر قدس، نسیم شهر، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، ماهشهر، اندیمشک، اسلام شهر و مشکین شهر به شهادت رسیدند منتشر کرد. پیش از این سازمان مجاهدین اسامی 828 تن از شهیدان قیام آبان را اعلام کرده بود و به این ترتیب تا کنون اسامی 857 تن از این شهیدان منتشر شده است. مقاومت ایران در 24 آذر 1398 اعلام کرد در قیام آبان بیش از 1500 تن به دست پاسداران جنایتکار به شهادت رسیدند. در ماه‌های اخیر محققان و کارشناسان شمار شهیدان قیام را تا 3 برابر این عدد ارزیابی کردند. خامنه‌ای که با شروع قیام فرمان تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را صادر کرده بود، در 26 آبان این فرمان جنایتکارانه را علنی کرد و از پاسداران و نیروهای سرکوبگر خواست به وظایفشان به طور جدی عمل کنند. وی گفت این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال چه کسی است؟ این را بفهمند، توجه کنند که می فهمند هم مردم ملتفتند و از اینها فاصله بگیرند. این آن توصیه ماست، مسئولین کشور هم به وظایفشان به طور جدی عمل کنند. در همان روز 26 آبان و در بحبوح قیام، رئیسی جلاد 67، رئیس وقت قضایی آخوندها، به دادستانهای کشور که از جنایتکارترین کارگزاران رژیم هستند دستور داد در برابر هر گونه تعرض در مورد اشرار وابستگان به جریانات ضد انقلاب و نفوذی‌هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خاص دشمنان امنیت مردم و جامعه را هدف قرار دادند، با همکاری نیروی انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند. فاشیسم دینی حاکم بر ایران در وحشت از عواقب این جنایت بزرگ علیه بشریت تلاش می‌کند ابعاد آن را مخفی کند و از اعلام تعداد و اسامی شهیدان و در بسیاری موارد از اعلام محل دفن آنها به خانواده‌هایشان خودداری می‌کند. برای ماها روحانی، ربیعی، رحمانی فضلی، پزشکی قانونی و سرکردگان ریز و درشت رژیم اعلام تعداد شهیدان را به هم پاس می‌دادند تا موضوع به فراموشی سپرده شود.
روحانی روز 27 بهمن 98 گفت این آمار در اختیار پزشکی قانونی است. آنها می توانند اعلام می کنند. روز 28 بهمن رئیس پزشکی قانونی گفت دولت باید آمار را اعلام کند. از وزیر کشور سوال کنید. علی ربیعی سخنگوی روحانی 30 بهمن گفت چند روز آینده آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد. رحمانی فضلی در 10 خرداد گفت تعداد فوتی‌ها را از 10,000، 8,000، 7,000، 6,000 و 2,000 هم گفتند. همین روزها اعلام خواهد شد که اصلاً عددهایی نیست. عددی که هیچگاه اعلام نشد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به شهیدان قهرمان قیام آبان گفت جنایات رژیم آخوندی و سردمداران آن هرگز فراموش نمی شود. آنها نمی توانند گریبان خود را از عواقب قتل عام زندانیان سیاسی و نسل کشی مجاهدین خلاص کنند و نه از آثار جنایت علیه بشریت در آبان 98. سردمداران این رژیم باید به خاطر 4 دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی در برابر عدالت قرار گیرند. سکوت و بیعملی جامعه بین المللی در قبال قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 که خامنه ای، رئیسی و اژه‌ای از عاملان و آمران آن بودند منجر به استمرار جنایت توسط آنان تا آبان 98 و تا همین امروز شده است. خانم رجوی خواستار ارجای پرونده نقض حقوق بشر در ایران به ویژه قتل عام‌های 67 و 98 به شورای امنیت ملل متحد و محاکمه سردمداران این رژیم در دادگاه بین المللی شد. اسامی 29 شهید قیام آبان 98: امید ساعدی‌راد، تهران، محسن ایرانشاهی، تهران، مهدی احمدی، تهران، هادی محمدی، تهران، علی آقایی، نسیم شهر، مهدی سلمانزاده، اسلام شهر، میلاد پررنگ، کرج، رضا تاریوردی، کرج، مارلیک، علی محمد آقاپور، کرج، ابراهیم مهدیپور، کرج، اسقر لشکری فردیس، کرج، امیر حسین زارعزاده، ملال، علی رضا نیکجه، شهریار، رضا حسن نیا، شهر قدس، حمزه علی نعمتی، شهر قدس، حسین کشاورز افشار، شهر قدس، رضا امیدی یاریجانی، کرمانشاه، علی مؤمنی، نورآباد، علی دبیری، شیراز، صدرا، یدالله حاجی تاریپور، شیراز، محمد رضا زارعی، شیراز، علی رحمانی، ماهشهر، طاهر اجرش، ماهشهر، معین مسلمپور، اندیمشق، عبدالرضا ایزدی، نجف آباد، مهدی فراهانی، اصفهان، سعید فریدنی، اصفهان، محمد حوره‌ای، اصفهان، اشکان خمره‌ای، مشکین شهر. رژیم ولایت فقیه برای بستن شکاف‌های بی‌انتهاش
و صد بستن در برابر قیام های پیش رو، یعنی برای بقا و جلوگیری از سرنگونی محتوم، جلاد 67 رو رئیس جمهور خودش کرده، اما این چنین گور خود را به دست خود کنده است و مثل عقربی است که در محاصره آتش سرانجام خود را نیش می‌زند. هیچ چیز جز هراس از قیام و احتضار سیاسی ولایت فقیه روی کار آوردن رئیسی را توضیح نمی‌دهد. خامنه‌ای گفته بود که برای عبور از دشواری‌ها یک دولت جوان حزب‌اللهی را سر کار می‌آورد. حالا جلادی را آورده که خودش کانون دشواری‌های رژیم است و ولایت فقیه را از چاله درآورده و به چاه می‌اندازد. جلادی که هیچ بارقه بشری در خود ندارد و از ربات‌هایی است که در قضایه ولایت فقیه قاضی صالب حیات نامیده می‌شوند و برای کشتن برنامه ریزی شدند. هموطنان، عجل تاریخی ولایت فقیه فرا رسیده است و خامنه‌ای دشمن مردم ایران باید برود. این خامنه‌ای بود که هزاران جوان رو در قیام آبان ماه کشت. اوست که دستور گران شدن بنزین رو داد و از گرانی پی در پی مهمترین کالاها حمایت میکند. اوست که بیماری کرونا را عمدن گسترش داد و از واردات واکسن جلوگیری کرد. این خامنه ای است که مقصر اصلی مرگ بیش از 320 هزار تن از هموطنان ما بر اثر این بیماری است. فاجعه‌ای که بخش عمده اون قابل اجتناب بود. در همین روزها رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گفت عدم پیگیری و کنترل کرونا در کشور شکل آمدانه به خودش گرفته و این سپاه جرار خامنه‌ای است که عامل کشتار 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی است. این ولی فقیه و نظامش است که میلیون ها ایرانی را گرسنه نگه داشته تا ثروت 1,000 میلیارد دلاری بنیادهای خودش رو بیشتر کنه. در اینجا میخواهم به نسل شورشگر ایران، به همه دختران و پسرانم در سراسر میهن صدای من برسد که مبادا مبادا یک روز و یک ساعت قلب شما از درد و اندوه مردم محرومتون خالی شود. مسئولیت نجات و آزادی همه اونها بر عهده شماست و باید بگویم که راه حل و تنها راه حل سرنگونی رژیم تبهکار آخوندهاست. کارزار سرنگونی بناییست که ما اون رو با رنجها و خون دلهای بسیار میسازیم. ما همان راهی را روشن و تابان کردیم که جامعه ستم زده مشتاق پیمودن اونه. این ارتش گرسنگان و بیکاران و بیشماران است که چیزی برای از دست دادن ندارند و از اینجاست که ارتش بزرگ آزادی برمیخیزد. بله، ظلمتکده را دوباره روشن سازیم، ویران وطن دوباره گلشن سازیم، این میهن زخم خورده را بار دیگر آزاد ز قید و بند دشمن سازیم. حاضر!
بله، با چنین اشتیاق و عطشی به آزادی است که میگوییم راه و راه حل در همین مقاومت است. کانونهای شورشی و رهروان مصمم این راه حاضرند، پل پیروزی به سوی آینده را میسازند و آزادی را از آن مردم ایران خواهند کرد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.